بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام امیدوارم که لحظات خوب و خوش رو پشت سر گذاشته باشید و ایام به کامتون باشه صحبت ما رو هم در برنامه های قبلی شنیده باشین و ان الله در زندگی خودتون و در تربیت فرزندان خودتون قرار بدید اینها رو و ان الله فرزندان خوب و صالح تربیت بکنید اما پیش از اینکه صحبت خودم رو در رابطه با تربیت فرزندان با کارشناس این هفته برنامه جناب آقای دکتر سیدزا شهیدی آغاز بکنیم طبق روال همیشگی شبکه جهانی به لباس علیه السلام باید دعا بخونیم برای فرج امام زمان علیه السلام هر لحظه ما میتونیم این کار رو انجام بدیم ولی ما این رسم رو گذاشتیم که هر شب رس ساعت ده این دعا رو با هم زمزمه کنیم تا همگان برای فرج امام زمان دعا بکنیم که دعای دست جمعی اثراتش بیشتر هست یا ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین اللهم عجل و ولی کل فرج و العافیت و نصر انشاءالله که فرج امام زمان محقق بشه و ما هم بتونیم دولت کریمه حضرت رو دک بکنیم اما در رابطه با تربیت فرزندان صحبت میکنیم در طول این هفته و همطور که قبل از خوندن دعا عرض کردم خدمتتون در خدمت کارشناس این هفته جناب آقای دکتر سید شهیدی هستیم اما به واقع نکته ای که هست خیلی از پدرها، مادرها، معلمها نمیدونن که چطور باید فرزندان رو تربیت کنن و روش صحیح تربیت فرزندان رو اصلا نمیدونن یا اگر که هم بدونن اطلاعات بسیار ناچیزی دارن و خیلی وقتها هم هست که اگر که بخوان از کسی سوال بپرسن روشون نمیشه یا اینکه نمیدونن به چه کسی باید مراجعه بکنن امشب رو قصد داریم بیشتر در رابطه با تربیت فرزندان در دوران نوجوانی صحبت بکنیم تا اینکه اونهایی که فرزندانی دارن در دوران نوجوانی هستن اونها هم از بحث ما و کمال استفاده رو ببرن ابتداعا عرض سلام داشته باشم خدمت کارشناس برنامه سلام علیکم وقتتون سلام سلام علیکم خدا قوت انشالله که امیدوارم این برنامه ها بتونه مفید باشه برای عزیزانی انشاند. که وقت میذارن و میبینن خدا خیرتون بده که دعوت ما رو پذیرفتین اما هم که عرض کردم در دوران نوجوانی و پیش از اون برای تربیت فرزندان چه کارهایی میشه انجام داد مطالعه اگه کسی بخواد انجام بده چه جوری مطالعه بکنه چه کتابایی بخونه مشورت اگر میخواد انجام بده چه کسی مشورت بکنه در خدمتون هست زنده باشید یکی از به قول معروف مطالب و مسائلی که تقریبا همه این رو میدونن و معترفن حالا ببینید یه چیزایی بعضی اختلافیه ولی مسئله مطالعه از مطالبی است که متفق علیه هستن همه یعنی همه معتقدن مطالعه یک بحث مفیده اما نکته ظریفش ز... اینجاست که بفرمایید شما چه نوع مطالعه خب ما قبل از هر چیز برای اینکه فرزندمون رو عادت بدیم به مطالعه هایی که اون عزیزانی که تو این قضیه میخوان الگو برداری بکنن یا به قول معروف یاد بگیرن که آقا چکار کنم من بچه اهل مطالعه بشه روانشناس ها میگن که سعی کنیم از بچگی یعنی وقتی که بچه تنو خیلی کوچیکه حتی مثلا زیر سه سال سعی کنیم مرتب براش قصه بگیم یک دو کتاب بخونیم مثلا کتاب قصه رو ولی طبیعی در حد سن و سال اون بچه من یادمه یکی از چیزایی که واقعا باعث شد حالا خود من خیلی علاقه عجیبی به مطالعه پیدا کنم حقیقتش خدا حفظش کنه یه معلم داشتیم این معلم جالبی بود یعنی در دو... کلاس سوم ابتدایی دقیقا یادمه کلاس سوم ابتدایی ایشون یکی از کارهایی که میکرد علاوه بر درسی که میداد مثلا میگفتش که بچه ها بیایید قصه بگید عجیب. مثلا وقت یه جور هم شده بود حالا نمیدونم ما مثلا یه بار بر بچه ها قصه ای چیزی گفته بودیم خلاصه بچه ها میگفتن که مثلا فلانی اونم خدا عرضش کنه اگر زنده است و اگر فوت کرده خدا رحمتش کنه سالهاست من ایشون رو ازش بی اطلاع ما این رحیمی اسمش هم هنوز تو ذهنم حالا به مناسبتی ایشون هم میگفت که خب آقا زیابی یا اینجا مثلا قصه بگو برای بچه ها. خب این باعث میشد حقیقتش من تو همون حالت بچگی هم برم به دنبال مثلا پیدا کردن داستان یا چیزی که مجبور بودم چون برای بچه ها بگم و این واقعا یادم یکی از کتاب هایی که انصافا شاید هنوز هم کتاب خیلی خوبی باشه کتاب بود با عنوان داستان خوب برای بچه های خوب <تص> خیلی هم دوره های اینها رو شاید داستان از... قشنگی داشت بله بعد که خب بزرگتر شدیم های دیگه حالا کتاب مختلف دیگه میخوام اینو عرض کنم بعضی وقتا خود قصه گفتن برای فرزندمون و مطالعه داستان متناسب با سن و سال او اون بحث زمیر ناخدا... ناخداگاه که عرض کردیم این زمیر ناخداگاهش رو آماده میکنه که این وقتی هم بزرگ میشه انگار فکر میکنه به یک چیزی نیاز داره وقتی که ببینید شما وقتی توی خونه یک فرزند میبینه مثلا پدرش اهل مطالعه است مادرش اهل مطالع مطالعه خود پدر و مادر هم اهل مطالعه, بله الگو میگیره این بچه اما اینکه واقعا ما این خیلی نکته مهمی آقا من بچه هم آیا هر کتابی خون بخونه هر رومانی هر نمیدونم کتاب مثلا داستان های پلیسی یا هر چی چیزی که میتونه جذاب باشه حالا که متاسفانه فضای مجازی و اینکه میگم متاسفانه چون ثابت شده هیچ چیزی جای مطالعه و اونم مطالعه ای کتاب رو نمیگیره جالب اینه حتی مثلا میگم در علم روانشناسی اینها آزمایش هایی که انجام دادن اومدن دیدن اگر کسی با کاغذ و قلم بنویسه بسیار موفق تر است تا اینکه مثلا تایپ بکنه تو مثلا فضای مجازی چرا چون که اون نرون های مغز سلول های مغز با نوشتن انگار که یک کانال هایی درش ایجاد میشه و فعال میشه حالا و تاثیرگذاری فوق العاده ای داره در آموزهای دینی خودمون هم داریم که این مطلب اشاره شده که قید العلم کتاب احسنت آیا وری جان این که فرمودید نکته بسیار مهمیه از اون طرف هم شما ببینید مثلا قرآن میفرماید نون و القلم و ما یسترون قسم. علما میگن این قلم دی این قسمه یعنی خداوند تبارک و تعالی به قلم قسم و, ما یسترون و نوشتن قسم یاد کرده خب این درش نکاتی هست اما این رو پرانتز رو به قول معروف پرانتز باز پرانتز بسته برگردیم سر بحثمون خب منی که میخوام بچهم مطالعه کنه پس باید از بچگی به او یاد بدم اولا کتاب های یعنی اون سنی که خودش هنوز سواد نداره کوچیکه قصه های آموزنده مثبت رو بهش بگم و بعضی وقتا کتاب براش بخونم من یادم بعضی از حالا فرزندان من تا الان مثلا یه کتابی رو یه کتابی بود حالا مشکلی هم نداره میگم یه کتابی به نام حسنک کجایی کتاب قشنگی بود یعنی و من هم مثلا وقتی خوندم با اون حالت خاص حسنک خسته و درمونده و زاب زیر کرسی تو اتاق نشسته بود اون حالت تج... یعنی به قول معروف بچه رو عین یه فیلم سینمایی اینگار داره یا یه کارتون نوع مطالعه نوع خوندن یعنی نوع داستان رو طوری میخوندم که اینا درگیر میشدن و جالبه الانم که مثلا بزرگ شدن و اینها بعض وقتا مثلا اون بچه بزرگی هم میگفت مثلا بابا یادتونه اینطوری برای ما داستان میخوندید و فلان و اینا یعنی ببینید هنوز که هنوزه میخوام اینا کنم تو ذهنش مونده پس بنابراین نوع این که من با فرزندم چجوری برخورد کنم براش چه کتابی بخونم چجوری بخونم یعنی خود اون نوع خوندن شما میدونید دیگه خودش به هر حال فرمول داره حالا دیگه استادی میخواد و ال آخر خوب آدم یاد بگیره وقت بذاره الانم میگم دیگه خوشبختانه فضای مجازی بسیاری از مشکلات رو حل کرده اما از این که بگذریم خب حالا من میتوانم از افرادی که متخصص هستن اما که بحث مشورتی که شما من از افرادی که متخصص هستن معلم که این کاره هستن بعضی وقتا روحانی هایی هستن اهل علم طرف اهل علم و واقعا هم آدمی است که وقت گذاشته زحمت کشیده خب میرم باش مشورت میکنم فلانی من برای بچه چون میدونید بچه ها رو از نظر سنی, سنی کاملا حتی نوع کتاب رو الف به جیم به این وضع نوشتن مثلا کتاب الف برای چه سنیه و الی حالا چون دقیق مشخص کردن و نوع مطالعه ببینید آیا وری ما حتی ناخواسته می توانیم با نوع کتاب هایی که فرزندان ما مطالعه می اونها رو سوق بدیم به یک سمتی که در آینده حتی شغل اونها رو مثلا عرض می کنم با توجه به اون معلومات و اون علاقه های ذهنی که از قبل براشون انجام شده به وجود بیاد بعضی وقتا شاید البته پدر مادر اینو دقت نداشته باشن متوجه نباشن بعضی خب من دیدم هر کتاب قصه ای مثلا میگم پیش دستشون اومد حالا نمیدونم الان یه وقتی مثلا یه چیزی بود مجله برای بچه ها بود حالا با عنوان کیهان بچه ها به عنوان مثال خب حالا از اون وقتی که من یادمه انصافا این بود که افراد به نامی در این کیهان بچه ها بالاخره مطلب داشتن که حالا جزو نویسندگان و بله شعرا نویسندگان و الان نمیدونم واقعا به اطلاع هم انصافا و اینها خب میتونست خیلی تاثیر داشته باشه نوع کتاب ها به گونه ای بود الان هم البته هست این کتاب ها ولی خب متاسبان ارجو کنم نقاشی کتاب مطلب کتاب حالا یکی از کتاب هایی که میتواند خیلی عالی باشه ما سعی کنیم اطلاعاتی به بچه‌مون بدین که اعتقاداتش مسائل اخلاقیش مسائل دینیش آقا چرا نباید آیا وریجان جان چرا نباید بچه های ما راجع به ائمه ام... معصوم ما اطلاعات داشته باشن راجع به امام زمان ما اطلاعات داشته باشن خب حتی که... در این دوران میان شما بعضی از بچه ها اسامی ائمه رو حتی نمیدونم متاسفانه. متاسفانه متاسفانه خب واقعا همطور که میفرمایید خب این این الان کتابهایی هست با نقاشی های بسیار زیبا، موضوع های خیلی رقیق شده. برای سن کودک که اون بفهمه اینایی که ما داریم میگیم اینا زمینه سازی برای اینکه سن نوجوانی وقتی طرف شما وقتی پایه رو درست انجام بدید سنگ اول رو اگر درست خشت اول رو اگر درست بگذارید دیگه بنا به قول معروف بعدا راحت میشه برش بارگذاری کرد این کتاب هایی که میتواند در, زم... در زمینه مثلا تاریخ ائمه است در رابطه با 14 معصوم کتابی نوشته شده داستان زندگی اهل بیت که به هر امام معصومی با نقاشی های بسیار زیبا و همونطور که عرض کردم با نصر متناسب با سن و سالهای های خاص این هم یک مطلب پس بنابراین ما توانیم مشورت کنیم برای کتاب حالا ابتدایی به ساکن از علمایی که این کاره هستن از معلمینی که این کاره هستن یا روانشناسایی که این کاره هستن آقا من میخوام این بچه هم فرد بفرمایید چه کتابایی رو براش بگیرم میخوام کتاب خون بشه در آینده یا خودم میخوام براش مطالعه کنم فکر میکنم بتوانیم از اون موقع شروع بکنیم خیلی ممنون یکی از خاطراتی که خود من دارم از دوران خردسالی و کودکی خودم اینه که خدا کنه من که هدیه برای من بیارم. کتاب میخریدم من این کتاب هدیه دادن برای من خیلی هم خاطره شیرینی مونده الان هم اون زمان ما کلی ذوق می‌کردیم که کتاب بیاریم و کتاب رو برای دیگران هم می‌خوندیم به فکر کنم اینکه از بهترین روش هم همین باشه همینطور هم... همطور هم... هم که شما فرمودید من اون خاطره ایرم که اول گفتم اصلا یکی از دلالش این بود من یه عمو داشتم اون موقع که من کوچیک بودم سرواز بودی شد بعد برای اولین بارم بود اومده بود قمامایشون رو میدیدیم تو اون عالم کوچیکی بچه دبستان بودم ایشون یه دونه از همین کتابا که میگم کتاب حسن کجایی رو یه کتابی بود نقاشی های قشنگی داشت بود یه متناسب با اون مسائل بچگی و اینها یه دونه این کتاب رو من هدیه آورد و لذا من این کتاب رو به هر حال چون خونده بودم و دوست داشتم و لذا بعدم که خودم خدا لطف کرد و سنن ازدواج کردم و بزرگ شدم و بچه دار شدم برای بچه‌هام هم هم همون کتاب حلید. رو میخوندم یعنی ببینید آیا جان همینطور که فهمید یعنی ب... یعنی بحث الگو پذیری. خیلی بحث مهمیه شما یه وقتی با همین هدیه دادن کتاب مخصوصا متناسب با سن بچه این کتابی که بهش میدید اولا که اون یادش نمیره این به قول معروف سانیان میتواند تأثیر بازار باشه اگر که پیگیر صحبتهای شما بینندگان بوده باشن به این نکته پی بران حتماً که باید مطالعه ای که فرزندان انجام هدفمند باشه که های مفید رو برای اونا تهیه بکنن خود پدر و مادرها برای تربیت فرزندان هم باید مطالعه داشته باشن نه؟ اتفاقا به نظرم آیا وری قطعا نیازه که پدر و مادرها این مطلب رو رعایت کنن و من یادمه حالا اتفاقا یادش بخیر یه استاد روانشناسی داشتیم موقعی که دانشجو بودیم من البته خب زود ازدواج کردم یعنی من دانشجو شدم در حالی که مثلا تازه هم ازدواج کرده بودم یادم اون استاد خدا حفظش اگر زنده است و اگر فوت کرده خدا رحمتش کنه ایشون یه کتابی رو اون موقع به ما معرفی کردن گفتن مثلا تو کلاس پرسیدن مثلا چند نفر ازدواج کردن اون موقع مثلا الان نبود که خلاص سنا بره بالا و بچه‌ها ازدواج نکردن خوشبختانه تعداد زیادی از بچه‌ها با اینکه دانشجو بودن ولی همسر داشتن یعنی ازدواج کرده بودن ایشون وقتی که فهمید تعداد قابل توجهی ازدواج کرده هستن گفت خب بچه من یک کتاب به تو معرفی میکنم انشالله اگر فرزند دار شدید این کتاب را حتما بخونید اتفاقا اسم کتاب رفتار من با کودک من یا من و کودک من مال آقای دکتر فیز هنوزم تو ذهنمه یعنی اسم کتاب این بود یا من و کودک من یا رفتار من با کودک من دکتر فیز و کتابی بود که ایشون خودش میگفت میگفت من هر کس از بستگانم که خدا بهش فرزند به اصطلاح جدیدی میده یا اولین فرزند میگفت چند تا کتاب کادو میکنم خیلی شیک مرتب میگفت هر کسی یه چیز کادو میده میگفت من کتاب کادو میدم و میگفت قطعا ایشون استاد حکمیون خدا افزش کنه ما اصفهان اتفاقا دانشو بودیم ایشون استاد روانشناسی ما بودن میگفتن که من قطعا یکی از کتاب هایی که به جوون هایی که خدا بهشون بر... فرزندی میده مخصوصا اولین فرزند یکی از کادوان قطعا این کتابه آره من و کودک من شاید عنوانش باشه مال دکتر فیض قاعدتا میشه راحت سرچ تو گوگل و اینا راحت میشه سرچ کرد پس بنابر این اگر ببینید آیا ولی به هر حال ما یه چیزایی رو نا... یعنی چه بگم همینطوری بار اومدیم یاد گرفتیم حالا اگر خانواده کسی خانواده فرهیخته بوده مسائل رو رعایت میکرده خب ایشون عملا اون انسان عملا یا اینا یاد گرفته و اگر خدایی نکرده خانواده ای بودن حالا به هر حال این مطالب رو توجه نداشتن گرفتار میای دنیا مسائل دنیا باعث نشده به هر حال یعنی باعث تربیت روحی اونها نبوده و به این مسائل توجه نداشتن خب آقا پدر و مادر تو مشکل داشتن امکانات نداشتن یا هر چیز ولی الان همه جور امکانات هست پس بنابراین تو عزیزی که میخوای فرزند دار بشی حتما حتما باید سعی کنی در اون زمینه ها مطالعاتی داشته باشی چون که حالا همتون که فرمودید ما در رابطه با مسئله یه بار عرض کردیم حتی در دوره بارداری میتواند رفتار پدر با مادر و ارزم به حضورتون محیط فراهم کردن محیط خانه که به چه گونه باشه حتی نوع نقمات و صداهایی که در اون خونه پخش میشه آیا صدای قرآن پخش میشه؟ مثال هستم صدای دعا پخش میشه آیا این خانواده مثلا مجلس روزه و توسل دارن یا خدایی نکرده؟ صدای موسیقی های آنچنانی خب این مستقیما روی فرزند اثر میذاره چه جوری من نوعی می‌تونم این رو بفهمم با مطالعه. مطالعاتی که در این زمینه میتواند انجام شود ممنون یک فاصله کوتاه بعد از اون با شما بیشتر هست با ما انجام. همراه باشه با پرسش و کافه پرسه شو دنبال کن ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان و همراهان گرامی صحبتی که الان میخوایم آغاز بکنیم مربوط میشه خاصتا به دوران نوجوانی اگر شما هم نوجوان در اون منزل خودتون دارید حتما بیننده باشید جناب آقای دکتر در دوران نوجوانی خیلی از فرزندان برای آینده خودشون میخوان تصمیم گیری کنن پدر و مادرها دوست دارن که اونها رو برای آینده بهتر اونها رو آماده کنن اما دوران نوجوانی چطور باید فرزند رو فر... آماده کرد امکاناتش فراهم کرد که آینده بهتری ای داشته باشه ببینید آیا برای جان خودتونم در این زمینه میدونید که واقعا یک دنیا حرف در این زمینه وجود داره خیلی خیلی مفصل میشه صحبت کرد خب ما یک مطلب اینه که خب قبل از دوران نوجوانی اون عمومیاتی که گفتیم خب از لازمات بود دیگه ولی الان که فرزند ما به دوره نوجوانی رسیده هم که فرمودید خب ما باید این رو آماده کنیم برای آینده شو. یک نکته ای که خیلی تو بحث های قبلی هم عرض کردم ولی الان باز به دلیل بحث نوجوان باید بهش توجه داشت احترامیه که باید به فرزندمون میگذاریم یعنی ما باید خیلی این مطلب رو دقت کنیم چون سن فرزند یک سن حساسی هست شکننده هست وقتی که ما با او با احترام رفتار کنیم این باعث میشه یک صمیمیتی ایجاد بشه و بتونیم رو تاثیرگذار باشیم این که یک توصیه کنیم بالاخره قرور رو داره نوجوان در اون زمان او قل عاده هم به اصطلاح سن حساسی. اما نکته از این که بگذریم ببینید استعدادها متفاوته خداوند تبارک و تعالی در این عالم به هر کسی یه استعدادی داده این نکته مهمیه یعنی چی؟ بعضی وقتا پدر و مادرها به دلیل اینکه یه آرزوهای فروخفته ای دارن مثلا ایشون فکر میکرده مثلا این پدر من با توجه به اینکه امکاناتی نداشتم خلاصه دوست داشتم پزشک بشم نشدم حالا پس یه کاری کنم پسرم پزشک کم بود های خودش رو میخواد سر فرزند فرزندش خودش این موز... یعنی ببینید در حدی که اون فرزند علاقه داشته باشه اشکال نداره یا زمینه رو داشته باشه مشکلی نیست ولی من دو تا خاطره در این در اینجا به صلاح الان یادم اومد نقل کنم که شاید مطلبم رو بتونم راحت تر به قول معروف ب... ب... چی میگن نزدیک کنم به اذهان عزیزان یه دوستی ما داریم خدا حفظشون کنه ایشون پزشک هستن و ما این توفیق رو داریم گهگاهی خلاصه مزاحمشون میشیم یه روز من از ایشون پرسیدم که دکتر شما چجور شد که کل خانواده مثلا اخویا و خواهراتون پ... البته رش... رشته هاشون متفاوته ولی همشون پزشکن یا در این زمینه, در زمینه پزشک پزشکی فعالی. فعالیت دارن یعنی مثلا اون کسی هم که پزشک نیست فرض بفرمایید که دکترای آزمایشگاه داره مثلا چون واقعا برام سوال شده بود ایشون هم محبت داشتن به ما و دارن و از دوستان من هستن این رو که ازشون پرسیدم ایشون گفتن که پدر ما در دوران مثلا آنها قدیم خدا رحمت کنه پدرشون من پدرشون هم دیده بودم اتفاقا به اصطلاح از تعداد ده تا یا نه تا اولادی که برای پدر و مادرش به دنیا میان تعداد نه تا هشت و نه تا نه تاشون اینا فوت میکنن تو عالم بچگی تو عالم بچگی به دلیل مشکلاتی که به وجود میاد فوت میکنن ایشون میگفت یعنی من الان هشت نه تا باید امو مثلا امه داشته باشم ولی ندارم میگفت این نکته پدر ما رو حساس میکنه با خودش عهد میکنه میگه من با توجه به اینکه نتونستم درس بخونم کاری کنم که فرزندانم این مثلا رشته پزشکی رو بخونه میگه ولزا پدرم با اینکه مثلا یه کار ساده ای داشت پدرشون خیاط بود میگفت پدرم به من به ما کلا به فرزندانش گفت بچا من تا اونجایی که بتونم کار میکنم خرجتون رو میدم شما درس بخونید دکتر بشید به مردم خدمت کنید به جامعه خدمت کنید بعد همین خاطره رو برای ما گفت گفت من الان باید مثلا هشت تا نه تا خواهر و برادر داشته باشم همشون در دوران کودکی به بر اثر مبتلا شدن به بیماری های متفاوت به هر حال فوت کردن می گفت این شد و ما هم پذیرفتیم ببینید میخوام اینو بگم گاهی افراد میپذیرند به هر دلیل استعدادش رو دارن علاقه در اونها به وجود میاد خب میپذیرند و میرن و موفق هم میشن ولی همین استاد روانشناسی مون خدا حفظش کنه که خدمتون عرض کردم ایشون یه خاطره ایشون برای ما گفت که من الان دارم به یه واسطه نقل میکنم ایشون سر کلاس یکی از بحثایی که در رابطه با استعدادیابی افراد میکردن و در رابطه با تذکر به همین ای که من عرض کردم به این معنا که آقا آقای پدر نمیدونم خانم مادر درست تو دوست داری دخترت یا پسرت اون چیزی رو که تو میخوای بشه ولی شاید خدا این فرزند تو رو برای مطلب دیگه ای خلق کرده برای کار دیگه ای آفریده این که میگم شاید به این معنا یعنی شاید این وچه استعداد پزشکی نداره ولی مثلا استعداد اینکه یک هنرمند بسیار خوبی بشه و در کار خدماتی مثلا مثل طراحی لباس و خیاطی و مسائلی از این قبیل آدم بسیار موفقی باشه ممکنه در نقاشی رشته‌هایی مثل گویندگی رشته های مثل نمیدونم اجرا حالا هر چیزی ممکنه استعداد داشته باشه ولی استعداد مثلا پزشکی نداشته باشه خب این نکاتی که آدم باید بهش دقت کنیم دقت کنه استاد ما میگفتن که ما یه دوستی داشتیم در دوران مثلا تحصیلی دوست دوران تحصیلی ما ایشون میگفت پدرش فوق العاده فشار می آورد به این بچه که تو باید حتما پزشک بشی خب امکاناتی هم داشتن و ایشون میگفت میگفت چهار سال این همکلاس و رفیق ما پشت کنکور موند چهار سال. چهار سال شما فکرشو بکنید میگفت سال پنجم قبول شد برای پزشکی رفت پنج سال پزشکی عمومی خوند و دو سالم حالا به هر حال هفت سال من خیلی نمیدونم به چون رشته من برخلت. نبوده میگفت هفت, می گفت سال, هفت سال زحمت کشید با هر وقت وقتی بود پزشکی رو گرفت دکتراش و بعد مدتی رفت یه مطب بم زد چهار سال هفت سال میشه یازده سال میگه بعد از مدتی خلاصه ما میدونستیم که فلان دوستمون دکتر فلان جا داره خب بعد از چند سال این ایشون میره امریکا تحصیل میکنه استاد ما و برمیگرده میگه یه کروز که از امریکا یعنی تو تازه مثلا برگشته بودیم با بعضی از بستگان اینا اومده بودیم مسجد امام اصفهان رو داشتیم نگاه میکردیم اون موقع توریست زیاد میامد میگه همطور که با دوستان و با نزدیکان بودیم دیدیم که یک نفر که راهنمای تور هست دیدم این داره برای توریست ها صحبت میکنه به زبان انگلیسی شرح میده که بعضی مسئله دیدم خیلی چهرش روشن است. یه خوری دقت کردم اون هم متوجه من شد و خلاصه سلام و عل... علیکم به هر حال متوجه شدیم یه همون دوست ماست که پزشک بود بهش گفتیم فلانی تو که محتب داشتی پزشک بودی تو کجا راهنمای تور کجا گفت من از اول عاشق این راهنمای تور شدن بودم منتها پدر و مادر من عاشق زبان انگلیسی بودم و بتونم این کار بکنم ولی فشارهای پدر و مادر به خصوص پدرم باعث شد که من برم پزشک بشم پزشک شدم ولی موفق نشدم یعنی مریضا میمدن نه درست میتونستم ارتباط برقرار کنم نه بعض وقت درست تشخیص نمیدادم کم کم و کم کم خودم احساس کردم من نمیتونم تو این کار موفق باشم و لذا زمینه ای برای خودم فراهم کردم دیدم تو این کار میتونم موفق باشم ابتدا اومدم و بعد کل پزشکی و کلن گذاشتم کنار حالا من ارزم اینه بینندگان عزیز دقت بفرمایید این تو همون چهار سال اولی که تو کنکور موند پشت کنکورمون میتونست تو همون چهار سال اول بره زبان انگلیسی بخونه مثال عرض بکنم بیاد راه... راهنمایی بشه راهنمای تور بشه هم عمرش رو وقتش رو جایی یک نفر دیگر رو یعنی اون صندلی که ایشون نشست پزشک خب یک نفر دیگه میتوانست بشینه که هم استعدادش رو داشته باشه و هم علاقش رو داشته باشه پس این نکته بسیار مهمیه که ما بچه هامون رو به اون چیزی که علاقه ندارن به اون چیزی که مایل نیستن وارد نکنیم من بحث تو قسمت مطالعه که عرض کردم ببینید بعضی وقتا مثال میزنم حالا یه پدر و مادری واقعا آدمای آگاهی هستن میخوان این بچه رو به یک رشته خاصی سوق بدن کتاب هایی در اون زمینه به خصوص میتوانند از روانشناس کمک بگیرن کتاب های داستان، کتاب های مختلف اصلا مطالعه یکی از چیزهایی که میتونه آینده فرزند رو بسیار روشن کنه چون بحث مطالعه بود اینو یادم رفت بگم ایلان ماسک الان خب یکی از یعنی یکی که ارز کنم همین دو سه روز پیش اعلان شد که ایشون 300 میلیارد دلار ثروتش شده یک آدمی که الان 300 میلیارد دلار ثروت داشته داره و یه آدم معمولی هم بوده خب این زندگی نامه چه شما وقتی بهش میرسی میبینی این آدم در دوران به نوجوانی در دوران مدرسه تمام کتابهای کتاب خونه مدرسه رو خونده بوده به طوری که بعد از مدت میره اعتراض میکنه به مسئول مدرسه که چرا کتابخونه شما انقدر محدوده چرا کتابای جدید نمیارید خب ببینید بعد یکی از راههایی که ایشون ثروتمند میشه اصلا یک طرح بوده یه طرح ایشون میده با بعضی از دوستانش این طرح رو اجرا میکنن بعد از مدتی اون حالا خدمتی بوده یه خدمت الکترونیکی اون خدمت رو میفروشن 170 میلیون دلار سهم ایشون میشه این حالا تو پرانتز البته بعد میاد همین 170 80 میلیون رو سر سرمایه گذاری میکنه و الان خیلی سال نیست ایشون 300 میلیارد دلار ثروت داره حالا چی میخوام بگم میخوام اینو بگم عزیزان ببینید هر انسانی استعدادی داره یا ما باید هنرمند باشیم و به وسیله مطالعه استعداد فرزندمون رو شکوفا بکنیم در اون زمینه‌ای که میخواد یا میخواهیم یا این که نه واقعا او رو آزاد بذاریم کمکش کنیم در استعدادیابی و به این وسیله او رو به قول معروف باعث نشیم عمرش رو هدر بده این بحث استعدادیابی که پیش میاد و مطالعه و اینکه خود فرزند به چه چیزی علاقه داره این سوال پیش میاد که آیا همه فرزندان پدر و مادرها باید تحصیلات عالیه داشته باشن یا نه ما در حد خوندن نوشتن بلد باشن سراغ حرفه شغلی برن قطعا آیا وری ببینید قطعا این متاسفانه مدرک گرایی که در این مملکت بهش دامن زده شد حالا شاید واقعا اون افرادی که این کار رو کردن نیت خیر داشتن ولی در کل شما فکر کنید یکی از خیانت هاست یعنی چی؟ آقا مگر ما اینقدر مدرک نیاز داریم توی مملکت اینقدر دکتر و مهندس و دکترا منظورم نه اینکه پزشک این همه رشته های عجیب غریب کتاب نمیدونم رشته کتاب لای کتاب باز کنی رشته حالا ی... این مستقی... از باب مزا البته یا رشته ای نمیدونم کتاب تکونی رشته های عجیب غریب آقا این دختر خانمی که باید آماده بشه برای زندگی به عنوان مثال میگم یک رشته هایی که میتواند او رو برای زندگی زندگی آماده کنه خدمتی بکنه فقط صرف این که حالا یه وقتی ما علوم سیاسی میخوندیم من یادمه کلاس ما هشتاد نفر بود اون خب اون موقع به هر حال حالا تو جزیات وارد نشم آره اون زمان خب دلیل دانشگاهی که ما تو درس میخوندیم اساتید واقعا به نامی بودن و جزو مطرح های اون موقع ایران بودن خب کلاس بسیار شلوغی بود سی تا خانم بودن خب از این سی تا خانم واقعا چند تاشون رشته علوم سیاسی به دردشون میخورد یا به دردشون خورد ببینید یک وقتی متاسفانه مد شده بودی که بگم یه وقتی تو الان افراد برن درس بخونن یه مدرکی بگیرن بعد تازه برن دنبال زندگیشون من خودم همون موقع یا یعنی یه مدتی حالا به دلیل تدریسی که داشتم ما رو دعوت میکردم تو بعضی از مثلا دبیرستان ها برای اون موقع سال چهارم بود که بچه ها میخواستن دیپلم بگیرن و برن برای کنکور من خودم یکی از افرادی بودم که دعوت می شدم و بعضی از دبیرستان ها در این زمینه میرفتم به عنوان مثلا حالا مشاوره یا راهنمایی صحبت میکردم خدا میدونه یادمه که این مطلب رو بارها به بچه ها میگفتم گفتم بچه عمرتون رو هدر ندید ببینید شما الان بعد از دیپلم میخواید برید مثلا میگم یک دانشگاه یه فرض بفرمایید حالا خیلی اینطوری بودن دیگه یه لیسانس بگیری تازه بعد لیسانس مثلا بری سربازی بعد از اون بیای وارد بازار کار بشی و بعد از اون مثلا بری به دنبال زندگی خب بابا تو شیش سال حداقل از زندگی عقب افتادی چهار سال حداقل از زندگی عقب افتادی یعنی چی یعنی خب حالا شما نمیخوای علاقه به درس نداری حالا به هر دلیلی فشار خانواده بوده چون بعضی از خانواده ها واقعا این هست که میگن آقا مثلا دیپلم تو بگیر بعد میخوای هر کار بکنی بکن آقا برای چی چرا من عمرم را هدر بدم آیا یک انسانی که مثلا میگم یک زرگر خوبه یک جواهرساز قابل و ماهری هست این ارزش حتی معنویش که هیچ ارزش معنوی افراد که خلاصه معلوم پیش خداست فقط دیگه این اکرمکم اکم الله اتقا کم اون که نزد خدا ولی ارزش مادی گاهی آقا یه جواهرساز الان اینم تو پرانتز بگم به عنوان مثال ارز بعضی از کشورهایی که مهاجر طرف آقا درس خونده مدرک دکترا داره ولی اون کشور مثال به کشور مهم مثلا که حالا مهاجر پذیره میگه آقا مثلا این کسانی که تو این رشته ها استاد هستند یادم یکی از این کشورها مثلا دو سه سال قبل یکی از دوستان ما به مناسبت یالا مثلا دو تا داداش کابینت ساز بودن تو کار کابینت خیلی کارشون دقیق بود توسط حالا وکیل گرفتن و فلان و اینا در مدت بسیار کوتاهی رفتن به اون کشور یعنی میخوام اینو بگم حالا یه جواهرساز، یه کابینت ساز یه نجار آقا میتواند آدم ارزشمندی باشه در کار خودش جامعه به همه نیاز داره آخه این چه طرز فکریه که من حتما برم مدرک بگیرم حالا, حالا میگم مدرک هم برم کابینت سازی انجام تازه برم مثلا بفرم حالا حتی من معتقدم دیپلم نیاز نیست همه دیپلم آقا تا سیکل کافیه واقعا اگر بحث خوندن و نوشتن آخه اون هم سواده مگر سواد فقط مدرکه اون کسی که میتواند در جامعه خرج خودش و خانوادش رو با عزت با آبرو در بیاره اون هم مثلا عرض کنم. یک رشته فنی مکانیک نجار هر رشته متالوژی نمیدونم درودگر کار گرافیک هر کاری هر کاری که شما فکر کنید الان جالبه میگن اگر شما یک رشته ای رو که علاقه دارید چون الان به خصوص بحث رشته ها و این بحث ها شد متاسفانه میگم دل پری ما داریم آیا ولی در این مملکت متاسفانه چه استعدادهایی که واقعا هدر نمیره چه مردم رو میگیرن عمرش رو واقعا میگیرن بعد مدت ها به خصوص حالا با این نمیدونم مافیای کنکور رو که تو وقتا بحثش اتفاقا تو صدا سیما هم هر بود اون مافیاهای عجیب غریب اون خرجای عجیب غریب تازه بعدش طرف نمیدونه چه کار بکنه مدرک رو گرفته و با مدرکش با چه کار انجام بده معلوم است تازه اول بسم الله که آقا من چه کار میخوام بکنم تو جامعه و خیلی هم این مدرک گرایی زد به ازدواج جوانان متاسفانه خیلی همپو. اگر که موافق باشید فاصله کوتاه دیگه بگیریم در خدمتتون با ما همراه باشید همچنان کافه پوسته شده دنبال کنید حریم تو بوی خدا میدهد شمیم خوش ربنا میدهد رواق تو رو فضای بهشت زریه تو دل را جلا میدهد نسیمی که از کوی تو میوزد دل عاشقان را صفا میدهد هر آن کو که شد زائر کوی تو دلش بوی کرب و بلا میدهد حدیثی دلنگیزم آمد به یاد پیامی که آن مقتدا میدهد که منظار عبدالعظیم بره که منظار شرب و بلا میدهد که شرب و بلا سر به بالا بلندی که به دستت گل حل اتا میدهد تو از نسل پاکان و پاکی تو را به حق نور تقوا تو را میدهد محیط کریمانت سبز با که گنج سعادت به ما میدهد جگر گوشه سبت پاک رسول که بوی خوش مجتبا شما بیننده کافه پرسش هستین شنبه تا چهارشنبه ساعت ده و بازپخش اون روز بعد ساعت نه و ساعت شانزه به وقت قوم مقدسه از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر سیرزیا شهیدی جناب شهیدی صحبت از استعدادیابی شد و استعداد کودکان برای استعدادیابی فرزندانم چه کاری باید انجام بدیم حالا که قرار نیست همه تحصیلات عالیه داشته باشن به دانشگاه برن دکترا برن و مدارک که آنچنانی بگیرن یا مدرک را باشن پدر و مادر برای اینکه استعداد فرزندشون به دست بیارن که در چه زمینه‌ای به اون راهنمایی کنم اون رو سوق بدم به سمت اون حرفه و شوق چه کارهایی میتونن انجام بدن خب اینجا در اصل ما میتونیم این سوال رو یه جورایی به دو بخش تقسیم کنیم یه بخش یه بخش و یک صحبت صحبت عمومی یک بخش یه خورده خصوصی تر میشه که فرمودید استعداد داری ببینید همونطور که عرض کردم اینطور نیست ها. که در جامعه نیاز باشه همه برن فرض بفرمایید مدرک بگیرن خب یه واقعیتیه خب پدر و مادرهای عاقل خانواده های عاقل وقتی این مطلب رو میفهمن و متوجهن حالا یه لطیفه یادم اومد ازش نگذرم میگن که بعضی وقتا بچه که وارد کلاس میشن مخصوصا در دوران مثلا دبیرستان بعضی از معلم ها به خاطر اینکه بهتر با بچه ها ارتباط برقرار کنن ابتدایی به ساکن میپرسن مثلا آقا خودتون رو معرفی کنید مثلا بعد میپرسن آقا پدرتون چه کار هست پدرتون مثلا یکی معلمی وارد یک کلاسی شد و از بچه‌ها پرسید که به هر حال از هر بچه میپرسید پدر تو چه از... آره مثلا چون که مدرسه بالا شهر بود در اون شهر از نظر اجتماعی میخواست بدون شاگرداش در چه سطحی خب شغل پ... بعضی از پدرها رو پرسید بعضی از بچه ها یکی گفت پدرم پزشک یکی از چند تا از بچه‌ها گفتن پدرم و مهندسه به یه نفر رسید ایشون پدرش معمار بود ولی بهش گفتن که شما پدرت چه کار است یعنی معلم وقتی بهشون گفت پدرت چه کار است گفت پدر من پنجاه تا مهندس و این جیب کوچیکش جا میگیر. خیلی معلمه برش جالب بود گفت چطور گفت پدر من معماره ولی پنجاه تا مهندس براش کار میکنن چی میخوام بگم این به عنوان میگم لطیفه است ولی خیلی معنا داره یعنی اینگونه نیست که اگر کسی تحصیلات داشته باشه تواند موفق باشه نه اتفاقا آدمای موفق تو دنیا حالا باز جالبه اینو خدمتون ارز کنم دانشگاه استنفورد امریکا میاد یک تحقیقی رو انجام میده در رابطه با افراد موفق جامعه میان و خیلی خلاصه میکنم بحثو چون که بتونیم به مطالب بیشتری بپردازیم میان یک تحقیقی رو انجام میدن از بعضی از مدارس به صورت نمونه یه تعداد افراد رو انتخاب میکنن فرم هایی به اینها میدن که در آینده مثلا شما دوست دارید چه کاره بشی از این تعداد به دست میارن که فقط سه درصد اینها دقیقا برنامه دارن و میدونن برای آیندهشون میخوان چه کاره بشن فقط سه درصد فقط سه درصد و جالب اینه بعد از 20 سال که اینها رو پیگیری میکنن حالا یه گروه دیگه ای ولی در اثر همون دانشگاه میبینن این سه درصد سد جزو موفق ترین افراد جامعه به لحاظ مادی و معنوی معنوی به این معنا که به تمام خواسته هایی که خواستن رسیدن از اون جهت هم به لحاظ مالی جزو افرادیان که مطرحن وقتی که میان درست بررسی میکنن میبینن که اینها چون دقیق میدونستند چی میخوان طبیعیه که در اون زمینه گام برداشتن از زندگی خودشون هدف گذاری خواهند هدف گذاری و لذا الان اومدن برای های موفقیت که ما قبلا حالا یه جورایی داشتیم در همین بحث توسعه فردی تو برنامه بر بال ملائک این رو عرض کردیم ما اگر بتوانیم کمک کنیم به فرزندمون به این معنا که دقیقا بدون آینده میخواد چه کاره بشه ببینید گاهی عرض کردم مثلا حالا من این چون باز خاطره شخصی هست عرض میکنم یکی از بستگان من خیلی علاقه داشت به شغل جواهرسازی و زرگری و این چیزا و خب پدر ایشون هم از علما بود خانوادهشون کلا همه تحصیل کرده بودن ایشون مثلا دوم دبیرستان به این نتیجه رسیده بود که دبیرستان به دردش نمیخوره و این درس ها کلا وقتش رو میگیره و میخواست بره به صلاح شاگردی کنه میبینید آدم عاقل چقدر واقعا وقتی که برای آیندهش برنامه داشته باشه حتی تو همون سن حالا این رو چه جوری به دست آورده یا از دوستانش یا از مطالعه یا بالاخره برای خودش برنامه داره میگه آقا من در آینده میخوام این کاره بشم و به هر حال پدر ایشون بهش گفته بود که خب شما خوب دیپلمتو بگیری بعد وارد هر میخوای بشی بشی ایشون میره با یکی از بستگانشون صحبت میکنه که میدونسته رو پدرش موثره و بهش میگه که واقعا قضیه اینه اون هم آدم عاقلی بوده و میره با پدر این بنده خدا صحبت میکنه میگه آقا چرا میخوای بچت عمرش تلف بشه این کلاس دومه این دو سالی که مثلا این میخواد دیپلم بگیری یا این سه سال حتی شاگرد میشه بعد استاد کار ماهر میشه دو سال سه سال رو بره آموزش ببینه همونطور که خدمت من کردم الان آمدن دیدن افرادی که دقیق میدونن چی میخوان به جای اینکه حتی برن مدرسه برن کلاسای تخصصی یعنی مثلا طرف میخواد بره یه کار گرافیکی انجام بده و تخصصی کار گرافیک یاد بگیره کار فرض بفرمایید با کامپیوتر بتواند مثلا منتور بشه کارهای مختلف حالا هرچی اینها دیدن که آقا اگر این مثلا 300 ساعت 400 ساعت مشخص کردن فلان ساعت تخصصی بره وقت بگذاره مثلا ممکنه یک سال عمرش گرفته بشه ولی به طور دقیق تو اون کار استاد میشه خب چرا این بره یه چیزهایی که ذهن بچه های مردم رو پر میکنن دقیقا اگه بخوایم مثال بزنیم انگار که شما یه انبار داری توی این انبار همه چیز گذاشتی برای روز مبادا آقا یعنی چه اگر شما میخوای موفق باشی با توجه به شغلت باید وسیله تو انبار داشته باشی این هم همین مثال البته خب شما اگر میخوای موفق باشی باید در رابطه با اون رشته ای که علاقه داری و میخوای اون کاره بشی در اون زمینه باید بری عمر بگذرونی آخه بابا مثلا میگم کسی که میخواد فرض کنید جواهرساز بشه آقا این به چه دردش میخوره مثلا جغرافیای فلان کشور رو بدونه تاریخ بعضی کشورها رو بدونه ریاضیه نمیدونم کجا رو یاد بگیره انتگرال بخونه آقا این به دردش نمیخوره این فقط مثلا میگم شاید رشته ای که به دردش میخوره، تنها در رشته نقاشیه طراحیه مثلا خب وقتی که بره شاگردی در مدت کوتاهی واقعا استاد میشه کما اینکه در اون بنده خدا چون میگم از بستگان من هست خب من واقعا به طور کاملا مثلا این قضیه مال فرش کنید یه چیز حدود یه چیز حدود فرض کنید سی ساله خب میبینم یکی از موفق ترین افراد تو خانواده خودش همین بنده خداست چرا؟ چون از اول دقیق مشخص کرد چی میخواد و به دنبال خواستش رفت و موفق هم شد پس بنابراین پدر و مادر باید با توجه به خواسته فرزند او رو کمک کنن نه خواسته خودشون چرا؟ چون گفتم نهایتش مثل اون پزشکه میشه بعضی وقتا ممکنه طرف این اصلا پزشکم بشه حتی در پزشکی موفق بشه ولی به لحاظ درونی اون حالت انبساط خاطر رو نداره یعنی همیشه خدا انگار که مثلا میگم چون که ببینید چون بحث زمیر ناخداگاه خیلی نکته مهمیه این همیشه احساس میکنه مثلا میگم من میخواستم فرض کن معلم بشم پدر من گیر داد من مثلا برو دکتر بشم من میخواستم گوینده بشم سخنران بشم هر چی که شما فکر کنید اینا همش مثاله پس بنابراین پدر و مادر عاقل کمک میکنن به فرزندشون در اون رشته ای که علاقه داره چون امروز به لحاظ روانشناسی ثابت شده اگر کسی علاقه داره به یک مطلب بسیار حالا بحث های مفصلی هست مثلا بحث اشتیاق سوزان و این چیزا مطرح ولی گفتن آقا اگر کسی علاقه داشته باشه قطعا میتواند در اون مطلب بسیار موفق تر از یک آدم معمولی باشه به شرطی که بره رو علاقش وقت بذاره پس بنابراین نتیجه ای که میگیریم در کل بحث این که اگر میخواهیم فرزندمون موفق باشه با توجه به علاقهش به او کمک کنید وقتی که پدرها و مادرها علاقه فرزند خودشون رو دونستن چی هست در استعدادیابی مسلما کمک میکنه چطور پدر و مادر استعدادیابی دقیق رو انجام بدن اه ببینید آیا ولی جان بحث بر سر اینه که پدر و مادر با توجه به اینکه با فرزند محشور هستن فقط یک بحث میخواد یک به نظر من البته یک فاکتور نیازه و اون دقته یعنی چی؟ الان اومدن تو کشورهای پیشرفته از دوره کودکستان بچه ها رو زیر نظر میگیرن ببینن هر بچه به چی علاقه داره چون بچه ها این علاقه رو تو بازی هاشون نشون میدن مثلا فرض بفرماد یک نفر میتواند و این استعداد رو دارد که در آینده رهبر موفقی باشه یکی میتونه مدیر موفقی باشه مثالش هم اینه میبینن تو اون عالم بچگی یه بچه میاد میگه بچه‌ها مثلا کی حاضر با من تیم من بشه با هم بریم این کار رو بکنیم تو عالم بچگی بچه ها رو جمع میکنه به خط میکنه بهشون به قول معروف به هر کدومشون یک کاری میده یه شغلی میده خب از اینجا استعداد این بچه کشف میشه که این بچه اگر رهبر بشه میتواند موفق باشد حالا رهبر که میگیم یعنی چی امروزه اومدن به لحاظ اقتصادی تقسیم کردن افراد رو مثلا یه کارخونه یا فرض بفرمایید کارهای اقتصادی مختلف امور مالی مختلف میگن ما دو مطلب داریم یکی رهبر داریم یکی مدیر گاهی مدیر میتواند هم رهبر باشد و هم مدیر باشد یعنی چی ببینید مدیر اون کسیه که اون خطوط به قول علما اون فرمانهای اصلی که صادر میشه رو دقیق و مو به مو اجرا میکنه اما رهبر اون کسی است که میتواند این فرمانها را قرار بدهد یعنی بگو این شرکت مثلا میتواند تو چه زمینه موفق باشه چه خط تو مشی ما اگر داشته باشیم به لحاظ اقتصادی میتونیم موفق باشیم حالا در کنار این استعدادها همونطور که خدمتتون عرض کردم چون این استعداد پرورش یافته کلاس های متناسب با اون استعداد براش گذاشتن خیلی راحت تو جامعه میتونه مطرح بکنه خودش رو و آخر حالا برگردیم پس به سوال اصلی پس پدر و مادر والدین میتوانند یک مقدار دقت کنن وقتی این دقت هم باید از زمان بچگی این بچه رو بچه دیگه عرض کردم. ببینید چون دارن با هم زندگی میکنن اگر دقت نکنن متوجه نمیشن ولی اگر دقت کنن ببینن آقا این بچه استعداد چی داره فرض بفرمایید ببینن آقا این کوچیکه ولی بعضی وقتا میزنه زیر آواز یا مثلا یک برنامه تلویزیونی میبینه یک مدداه رو میبینه تو همون آلم بچگی شروع میکنه به عنوان مثال مداهی کردن و خوندن و اینها خب اینجا باید بفهمن که این بچه استعداد خوانندگی داره حالا خاننده که, که میگیم خانندگی عمومه حالا میتواند مداه بشه و میتواند برها این مثال بعضی وقتا میتوانند حتی از بستگانشون امو بچه دایی بچه خاله بچه نمیدونم عمه بچه من مثلا دور هم که بشن فلانی به نظرت این علی آقای ما این حسن آقای ما این فاطمه خانم ما به نظر شما چه استعدادی داره بعضی وقتا توی نزدیکان افرادی هستن خیلی تیز و دقیق به شما میگن چه استعدادی حالا کلا چجوری میشه استعداد بچه‌ها رو کشف کرد شما میبینید یه دختر خانم از اولش میشینه مثلا سوزن و نخ و مسائلی از این قبل خب شما میتونید بفهمید که دارد. این علاقه داره مثلا به خیاطی گاهی بچه‌ها مسائل فرض بفرمایید من دیدم دیگه طرف بچه هست میشینه عدای گوینده مثلا رادیو رو در دم. یا یک خطیب رو احسن خب شما باید بفهمید آقا این علاقمند سخنران بشه یا این علاقمند مجری بشه مثلا حالا یکی از مجری های موفق هم من به مناسبتی خلاصه مصاحبه ای با ایشون شده بود میخوندم ایشون میگفت من با این که مثلا خب پزشکی یه نوع, نوع پزشکی خاص میگفت ولی خیلی علاقه داشتم به این که اخبار بخونم و لزومی نشستم حالا تمرین میکردم و روزی هم که به امتحان دادم و تست گرفتم موفق شدم و هم حالا به دلایلی من شاید درست نماشه اسم بیارم ولی که از موفق درست پس بنابراین این، این به همون قضیه که گفتیم چون که استعداد افراد شناخته نمیشه ما مثلا بچه که بودیم، حالا نمیدونم، مثلا توی دوره راهنمایی به ما میگفتن که بچه ها هر کس هر طرحی داره بیاد انجام بده ما طرح اون مثلا این بود اینجا وقت یادم نمیره میرفتیم نمایشنامه بازی میکردیم حالا تو اون عالم، تو اون موقع مثلا نمایشنامه های، چون خب اول اصطلاح انقلاب هم بود نه های اسلامی فرض کنید <applause> میرفتیم با بچه ها کار میکردیم تاریخ اسلام رو یک قطعه رو در می‌وردیم تو ناله بچگی این رو به صورت نمایشنامه در میوریم اجرا میکردیم خب این این, دق... این, این این مطلب گاهی تو خونه هست یعنی میبینی بچه یه دونه چادر مادر رو انداخته مثل شنل دو تا ارزم به حضور مبارکتون شمشیر و سپر هم زرو رو سپر گرفته حتی زورو رو دادن مثلا عدای فیلم رو دیده مثلا زورو یا جنگ خب مثلا میشه فهمید این بچه به عنوان مثال به شمشیر بازی علاقه منده یا به عمر نظامی و ما اشبه پس بنابراین اگر پدر و مادر دقت داشته باشن یک دو از نزدیکانشون استفاده کنند میتوانند علاقه فرزند رو کش کنند یه مطلبم که باز تاکید میکنم گاهی پدر و مادر میتوانند در فرزند ایجاد علاقه بکنند با چی با مطالعه خاص با دادن غذاهای فکری خاص کتاب مثلا داستانهای خاص و الی آخر که اگر شما شاید دیده باشید تو بچه ها از خیلی از بچه ها بپرسی میخوای آینده چه کاره بشی بچه بس... خلوان بشم. و جالبه من خودم از خیلی از بچه ها میپرسم خیلی از بچه ها نمیدونم میگه نمیدونم این واقعا نمیدونه ولی اون بچه ای که دقیق میدونه میخواد چه کاره بشه بچه موفقیه البته همینطور که شما فهمید یه افرادی یک چیزای عمومی رو میگن یعنی بس. میگه میخوام خلبان بشم ولی احمدن وقتی که یه خورده بزرگتر میشه افراد علاقه ها. به خلبانی نداره چون که تفاوت هست همونطور که گفتیم یعنی سن از یک جایی که میرسه طرف قدرت تشخیص پیدا میکنه و میتونه خوب و بد رو بفهمه مسئله دیگر رو بفهمه و علاقه خودش رو بتونه تشخیص بده این رو هم نباید نادیده بگیریم که رسانه ها تاثیر خودش رو میذارن و هدفمند اگر که اونها هم روی فر... فرهنگ جامعه کار بکنن میتونن جامعه پویاتری داشته باشن که متاسفانه رسانه ها کار خودشون رو به خوبی انجام ندادن گاهن بله. و این باعث شده که خیلی از استعدادها کور بشه متاسفانه برای بحث پایانی خودمون که این هفته و امشب شب آخرمونه و این هفته در خدمت شما بودیم ما کمال استفاده رو بودیم اگر نکته هست خدا حفظتون کنه من که واقعا خیلی خوشحال شدم در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز واقعا امیدم اینه که عزیزان استفاده کرده باشن از این صحبت ها و باز یه نکته ای که عرض میکنم خلاصه داستان ما به مسابه اون کوری است که فانوسی گرفته بود که یک نفر بهش گفت آقا تو که بزنبوش. کوری برای چی فانوس گرفتی گفت فانوس گرفتم که بقیه راهشون رو ببینن به این معنا که میگم آخه چون بعضی به من حقیقتش حالا من یه وقت حتی تدریس که میکردم بعضی ها میگفتم مثلا بعضی ها مثلا آلا استاد آقای فلان چی آیا واقعا شما همه این رو انجام میدی خودت یا انجام دادی من همیشه همین رو عرض میکردم میگفتم بچه شما فکر کنید اصلا من یه ضبط صوت یه نوار چون که درست اثر کسی که خودش انجام میده قطعا اثر صحبتاش خیلی بیشتره من به اون عزیزان میگفتم میگفتم وجدانن هر کدوم از اینا رو که انجام دادم نتیجه رو دیدم و طبیعیه اون چیزهایی که انجام ندادم الان چون برام تجربه شده دارم خدمت شما عرض میکنم همین رو خدمت بینندگان عرض میکنم که مطالبی اگر ما گفتیم یک مقدارش خب واقعا نتیجه ای بوده که خودم گرفتم در زندگی و یک مقدار هم متاسفانه تجربیاتی بوده که به دست آوردیم امیدوارم انشالله مفید, انشالله مفید باشه مفید باشه ممنون تشکر از شما از باشه. شما بینندگان و همراهان گرامی هم تشکر میکنم که با ما همراه بودین تا دیدار آینده شما عزیزان رو به خود بزرگ و منان من یا علی مدد خدا نگه باشه آه تشکر خیلی.